آزادی ای آرزوی گم شده گل کن، تا بلبل تو را در باغ در شکسته نفس هست. آخر تو نیستی و در اینجا بس بیم خو گرفتن به قفس هست. بشنو فغان و ناله شبگیر است، بشنو صدای جان به زنجیر است. اینک بیا به یاری آزادی، فردا برای آمدنت دیر است. سیاوش کسرایی در پنجم اسفند ماه سال 1305 در اصفهان به دنیا آمد، اما همه دوران کودکی و نوجوانی خود را در تهران گذراند. در رشته حقوق در دانشگاه تهران تحصیل کرد، اما قادر به دفاع از پایان‌نامه خود که درباره جنبش کارگری بود نشد. بعدها در سازمان مسکن مشغول کار شد، با مهری نوذری ازدواج کرد. در کنار شعر و سیاست در خانه و برای همسر و فرزندانش اشرف، بیبی و مانلی هم حضوری همیشگی و پررنگ داشت. من خیلی با پدرم راحت بودم. خیلی با هم همه حرفی می زدیم. با همه بچه‌هاش البته نزدیک بود، ولی کلاً با همه ارتباط به خصوصی برقرار می‌کرد و با بچه‌ها خیلی راحت ارتباط برقرار می‌کرد و با جوونا. ولی خب با من خیلی ارتباط نزدیکی و خیلی داخل زندگی ما از هر نظر، از نظر درسی، از نظر عاطفی، احساسی، از هر نظر. میدونیم که آقای کسرایی بسیار زندگی پر جنب و جوشی داشت، خیلی فعال بود. در اون سالها همیشه مثلا خونهشون یک مرکز بود برای طیف‌های مختلف. به عنوان یه بچه اون فضا رو چطوری میدید؟ شلوغ، خونه خیلی شلوغ. یه خاطره که من یادم نیست ولی همه تعریف میکنن و میخندیم اینه که همه دور تا دور شوهرای بزرگ نشسته بودن، سایه و نادرپور و شاملو و احمد رضا و احمدی، همه اینا نشسته بودن. مثل اینکه احمد رضا از من پرسه که بیبی جون باباتو نشون بده، من دور میچرخم نادرپور رو نشون میدم. البته اینجا که خب، ولی اینقدر من با اینا بزرگ شده بودم، همه هم سیبیل داشتن، واقعا بعضی وقتا نمیدونستم کدوم به کدومه. با کسرایی از سال 30 آشنا شدم و از همون روزای اولم با هم انس گرفتیم و ناخواسته به دوستان درجه یک هم دیگه تبدیل شدیم. بنابراین حلقه شما در همون سال 30 تشکیل شد با حضور کیوان و کسرایی. ببینین حلقه شما میگین، حلقه ای که دور کیوان تشکیل شد مثل این کهکشان ها میمونه. یه حلقه مرکزی بود، کیوان، کسرایی، من، شاملو. این حلقه وسطی اصلی بود. بعد همین حلقه تبدیل شد کیوان، کسرایی، من، شاملو و یه چند نفر دیگه. بعد از کیوان فقط من و کسرایی موندیم با هم. عکس خیلی معروف هست که کنار نیما دور کرسی نشسته. اون خونی کسرایی. اون خیلی شیفته نیما بود. شدید هست. سرودن شعر را از جوانی آغاز کرد و از اولین شاعران جوانی بود که به نیما گروید. اولین کتابش آوا در سال 1336 منتشر شد، اما با اولین منظومه حماسی نیمایی آرش کمانگیر در سال 1338 بود که نامش بر سر زبان‌ها افتاد. تا سال 1357 شش مجموعه شعر دیگر در ایران منتشر کرد. از همان آغاز شعرش با زبانی ساده و آهنگین، تصاویر و تخیلی بدیع و مضامینی پرشور و انقلابی او را به عنوان یکی از مهمترین و پرطرفدارترین شاعران نوپرداز در ادبیات معاصر ایران تثبیت کرد. به خاطر شعرها و دیدگاه‌های سیاسیش مدتی ممنوع القلم شد و گاه شعرهایش را در ایران یا خارج از ایران با نامهای مستعاری چون شبان بزرگ امید و یا فرهاد رهاور منتشر میکرد. شعر یونانی برای میکیس تئودوراکیس گفته شده بود، ولی چون تموم میشه با اینکه وطنم قلب من است، قلب من زندانی است، تو اون شرایط ایران این چاپ شد به عنوان شعر یونانی، بابا سر این ممنوع القلم شد. با این همه از معدود شاعران معاصر بود که دو شعرش در کتاب‌های درسی منتشر شد، غزل برای درخت و بخش‌هایی از منظومه آرش کمانگیر. آری آری جان خود در تیر کرد آرش، کار صدها صد هزاران تیغه شمشیر کرد آرش.
با دهان سنگ های کوه آرش میدهد پاسخ، میکندشان از فراز و از نشیب جاده ها آگاه، میدهد امید، مینماید راه. یهویی مثلا یه تیکه دستمال، کلینکس، قوطی کلینکس خونه ما همیشه روش چیز نوشته شده بود، ور میداشت و پشتش تونتون یه چیزی از این ماژیکای سیاه هم داشت، مینوشت و میذاشت جایی. یا مادرم میگه شب تو خواب پا میشد کورمال کورمال، عینکشو میزد یه چیزی مینوشت و میذاشت بالا سرش. همیشه پوسته آدامس ما پیدا میکردیم، مثلا میمدیم بندازیم دور، مامانم گفت نه اونو نندازیم دور. یه چیزی روش نوشته شده بود، کاغذ، هنوزم من دارم یه مقدار از اینا رو، که مثلا یه چیزی پاره شده، شعر رو اینطوری میگفت و رو شعرم وسواس نداشت و خیلی از دوستاش که بهش میگفتن تو فکر نمی کنی یا قلم تراش نمی کنی یا آب تراش نمی کنی و اینا و شاعر ماندگار باید باشی، میگفت نه من شاعر روزگارم. چی شد که شما دو بیتی ها و رباعیاتی از ایشون رو انتخاب کردید؟ خب من همیشه توی دیوان ها که میگردم مطابق با موضوعی که هست از شعر شعرا انتخاب میکنم، چه از گذشتگان چه از حال. این بود که دو تا شعرم از ایشون انتخاب شد که آقای حسن یوسف زمانی روانشاد ایشون آهنگسازی کردن که من خوندم سال 56 خوندم، که همون عشق مهتاب و اینها هست. به من گفتی که دل دریا از من، همه دریا از آن ما، دلم دریا شد آبرم به دستت، مکش دریا از همان آغاز شعر و زندگی سیاوش کسرایی با باورهای اجتماعی و سیاسیش در هم آمیخته بود. مانند بسیاری از روشنفکران وقت در جوانی و از دهه 20 جذب حزب توده شد. تا پیش از انقلاب 1357 و زمانی که حزب توده در ایران فعال نبود، هوادار آن حزب به شمار می رفت و پس از آن به عضوی فعال در حزب بدل شد. یه دوره رو یادمه که هر شب گروه تئاتر، مثلا رحمان نژاد، سلطانپور یلفانی، نمیدونم امامی، هر کسی، اینا میمدن یه تیکه از تئاتر حرف میزدن، یه تیکه از تمرینشون، یه تیکه از نمیدونم مسائل سیاسیشون، بعضی وقتا دعوا میشد بینشون. بعد بابام همیشه حالت البته آروم کننده همه جوونا رو داشت اینا. یه دوره اونا بودن. بعد یه دوره قبل از انقلاب، خب همه مثلا از هایس جوادی و سنجابی و فروهه رو اینا گرفته میمدن و میرفتن، تا بعد از انقلاب دیگه توده یا که مثلا از خارج اومدن همه میمدن میرفتن مثلا نمیدونستیم. یه موقع زمان مجاهدین فداییان میمدن و با همیشه اون زمان یعنی واقعا دلش میسوخت، میگفت من اینا دارن با جونشون بازی میکنن. سیاوش کسرایی یکی از کسانی بود که میتونم بگم یکی از نادر کسانی بود از نسل گذشته، از حزب توده، که نسبت به جنبش مسلحانه نگرانی و توجه و برخی موارد علاقه نشون میداد و میخواست بدونه و تو برخی شعرهای کسرایی انعکاس داره. این خیلی تفاوت میکرد با یک آدم حزبی متعصب خشک که فقط اون تئوری های کلیشه‌ای، میتونم بگم صادراتی، حزب رو میخواست تبلیغ کنه، تحمیل کنه و جز اونها رو نمیپذیرفت. ما میدونستیم اولا سیاوش حتما یک شاعر سیاسی، این تمام شعراش به ما میگفت، شعراش از بر میکردیم، آرش کمانگیرش که در واقع یه جور مانیفست چپهای کوهنورد و مبارز بود. سیاوش از قدیم تحت تاثیر برادرش و نوع شعرگوییش اینا ما میدونستیم که و ارتباط نزدیکی با بهازین داشت، ما حدس میزدیم، یعنی تقریبا مطمئن بودیم که طرفدار حزب هست. و خب وقتی هم پیش میامد مسائلی مثلا در ارتباط با شعرهای دیگه، ما میفهمیدیم که گرایشش به مثلا خیلی عاشق نرودا بود یا ریتسوس بود یا اینها،
بیاتی، خب اینا شعارهای کمونیست بودن و خودش هم گاهی وقتا در شمار اینها، در روال اینها قرار میده. توی اون مثلا انسجام دادن به خیلی از تظاهرات و اینا، من یادم که خیلی خیلی با آیت الله طالقانی با هم دیگه مراوده میکردن سر اینکه چیکارا بکنن، که نتیجه این مراوده بعد از 17 شهریور اون شعر ژاله خون شد بود که شب به من کسرایی زنگ زد و گفت که آقای طالقانی گفته که روز همبستگی میخوایم بذاریم، به من گفته تو که شعر بگو فردا این آهنگی که حالا به هر سات هرچی هست نیست مال یادگار اون روزه، همس کسرایی بودو بودو شعرش گفت هم من بودو بودو ملودی جوش گذاشتم. سرانجام انقلابی که دست کم دو سه نسل در آرزویش زیسته و سوخته بودند فرا رسید. جامعه زیر و زبر شد و زمان دیگر. رویاهای دیر و دور تحقق یافته می نمود و کسرایی فصل تازه ای از کتاب زندگیش را می نوشت، بی آنکه هیچ تصوری از پایان آن داشته باشد. بعد از انقلاب خب او علنی کرد و در رابطه مستقیم قرار گرفت با حزب، با روزنامه مردم، مرتب اشعارش در روزنامه مردم چاپ میشد. نباید بگیم که تحمیل میشد بهش، این دو جانبه بود. یعنی سیاوش واقعا عاشق حزب بود و دوستش به حزب خدمت کنه و شاعر بود و میخواست این هنر شاعری خودش رو در اختیار حزب قرار بده. یعنی این رو در این هیچ قباحتی نمیدید. و از اون طرف من فکر می‌کنم حزب هم در درجه اول شخص کیانوری هیچ بدشون نمیومد که از هنرمندای حزبی کار بخوان و حتی گاهی وقتا دستور بدن. من خودم شاهد بودم که تلفن میکردن از دبیرخانه حزب یا شخص کیانوری یا گاهی وقتا منوچهر بهزادی زنگ میزدن به سیاوش و ازش میخواستن که راجع به مثلا انفجار ریاست جمهوری یا اون انفجار نخست وزیری. دقیقا من یادمه که چون من میگم در یه دوره تقریبا هر روز سیاوش رو میدیدم، ازش میخواستن که در این مورد مثلا شعر بگه. فکر میکنید این نوع کار سیاسی، گرایش سیاسی روی شعر، روی زندگی شاعرانه آقای کسرایی تأثیرش چی بود؟ تمام زندگیش بود. اصلا خودش به عنوان یک شاعر موظف تلقی میکرد. یعنی موظف بود که هر اتفاقی میفته شعری داشته باشه. گاهی دیگه بیرون از حوزه شعر میشد دیگه، مثل خبر روزنامه میشد. ولی شما اینا رو به خودش نمیگفتید؟ چرا؟ میگفتید. این دوره یکی از دوره های تأسف باره یک هنرمند میتونه تلقی بشه. در مورد کسرایی واقعا اینطور بود. سیاست غیر قابل انعطاف حزب توده در حمایت از جمهوری اسلامی بسیاری کسان رو از دوروبر خودش، حتی آدمای غیر سیاسی رو پروند، پراکنده کرد، دور کرد و این رسید به اونجایی که حتی رابطه های دوستی به این شکل که سالهای سال ریشه دوونده بود قطع شد. با انقلاب اصلا اینا زدن تو خیابون. میشه گفت که مثلا اوج اون چیز سر قبر دکتر مصدق بود، روزی که همه رفتن احمد آباد و ما همه همینجوری رفتیم و میگم اونجا دیگه قوقایی بود و روی پشت بون طالقانی اومد از پدرم خواهش کرد. میدونی بعضیا خب جبهه گرفته بودن که کسرایی حالا دیگه نه. بابای من همیشه میگفت ما همه با همیم، همه متحدیم، همه برای آزادی فعالیت میکنیم. ولی بعد از اون دیگه جبهه‌گیری ها شروع شد، بعد یه عده اومدن زده یه عده دیگه شدن، بعد تو خود حزبی ها چند جدایی بود. حمایت تمام عیار حزب توده از جمهوری اسلامی اما فرجامی خوش برای این حزب نداشت. با کمی تأخیر در مقایسه با دیگر گروه های چپگرا، حزب توده هم در نهایت سرکوب شد. با دستگیری گسترده رهبران و اعضای حزب توده، سیاوش کسرایی ناگزیر از ترک ایران شد. پنهانی از مرز گذشت و به افغانستان رفت. تو تلفن خونه بودم، دیدم از یک جایی بودش که تلفن ماشینا پارک بکنم، پارکینگ اتومبیلا، دیدم 17-18 تا پاسدار، ماشین پاسدارا پر
و مثل خوشه انگور که زنبور روش میشینه این پاسدارا رفتن از خونه من بالا. حالا چه تو خونه یه آدم شاعر میخوان برای اینکه یه شاعر رو عقب میزدن به در دیوار عقب اسلحه میگشتن اونجا قافلی که اسلحه ما کلمات ماست دیگه کتابای شعر ماست واژه هم اونجا بود همه کتابخونه من هم جلوشون بوده فاصله که ما نمیدونستیم که چی شده و ظاهرا خونه به خونه محل به محل تو این دوران خیلی حالش بد میشه و برای اینکه اعترافات تلویزیونی رو میبینه و مادرم خیلی مصمم به اینکه باید از ایران خارج بشه. مادرم با قاچاقچی تماس گرفت، یعنی دوستامون کمک کردن و از طریق قاچاقچی ما رو از ایران خارج کردن. چه سالی از افغانستان اومد به مسکو پیش شما؟ 87 بود فکر میکنم که ارتش سرخ که از افغانستان اومد بیرون و اینا کشیدن بیرون، مجبور شدن تمام ایرانی ها رو از افغانستان کوتا بدن، جاهای مختلف برن. ما چون تو روسیه بودیم و مادر پدرم 3 سال بود که ما رو ندیده بودن، اینا رو دادن دست خدای خودشون، یه سوار هواپیما با یه بلیط کردن وارد مسکو کردن و گفتن صلیب سرخ قیمومیت شما رو در واقع در دست میگیره که چه صلیب سرخی بود. ناشنا نه همدمی نشانه ایز دوستی که سر نهی براندنی مهاجرت اجباری حتی در مقایسه با انقلاب زلزله‌ای بزرگتر در زندگی و شعر سیاوش کسرایی بود. در افغانستان در رادیو زحمتکشان مشغول کار شد و بعد به عضویت کمیته مرکزی حزب توده درآمد و این گونه آخرین گامش را در همراهی با حزبی برداشت که تمام زندگی و آرزوهایش با آن گره خورده بود. تجربه مهاجرت و عضویت در کمیته مرکزی تلختر از آن بود که شادابی و نشاط کسرایی در برابرش تاب آورد. گفتم که منو ببرید کنار دیوار برلین. من رفتم دیوار برلین رو دیدم. همون خونه ما تو مسکو دقیقا همون خونه ما توی تهران بود. اون فیلمی که من برای کار دیپلمم گرفتم که شما دیدین دقیقا نشون میده، حالا جوانتر بچه های دیگه، ولی همون بود. همه پناه میوردن، همه نامه براش مینوشتن، میگفتن ما رو بردن توی اردوگاه مثلا کار بکنیم. انتلیکتوال بودن، نویسنده بودن، دانشجو بودن، تحصیل کرده بودن، میگفتن شما باید برین آجرپزی کنین. خب بابا میگفت به اینا، میگفت چرا باید اینا این کارا رو بکنن، چرا ما باید به این پستی‌ها تم در بدیم؟ کسرایی از دو طرف همیشه خورد، در اون بره زمانی هم از دوست خورد هم از دشمن. که من یادمه یه روزی تو تلفن این حرفا رو، ولی خودش هیچ وقت نزد و برای همین من نمیدونم درسته که من بزنم، که اون روز اصلا قلبش گرفت، صداش گرفت، افتاد و حاضر نشد بره دکتر. کدوم روز؟ روزی که به خاوری زنگ زد، گفت شماها خائنین، شماها جانین، گفت اصلا عکس منو بگیرین بندازین تو صفحه اول پراودا، هر چی راجع به من بگین، من قبول نمیکنم، من سکوت نخواهم کرد. برای همین میشه دیوار رو نگاه میکرد میگفت ای دل غافل. آدمی که شاعر امید بود، شاعر همیشه تو سیاهی روشنی میدید، همیشه میگفت آتشی که در آتش زندگی زیباست چیه؟ یعنی که همیشه به ما میگفت تو خودتون روشن باشین، اون آتش درونتون رو چیز کنی. یهویی ما احساس کردیم آتش درون خاموش شد. سفری رفته بودید به شوروی اون زمان و مسکویشون رو دیدید. بله. از اون دیدارتون بگید. خب اونجا دیدمش، بعد در 12 سال دیدم سیاوش. خب خیلی خاطر انگیز رو دارم که دیدمش و اینها، ولی شب دیدم که خیلی سیاوش همیشگی نیست. اون سیاوشی که پر جنب جوش بود و پر انگیزه و صحبت میکرد و حرف قشنگ میزد و اینها اصلا نیست، خیلی فرو رفته تو خودش. خیلی اتفاقی دیدم سیاوش برگشت من گفت که شجریان خوب گوشاتو بکن این چی بهت میگه، هر چی که بهت میگم عینش میره به سایه و به بچه‌ها میگه. گفتم خب چی بود؟ تست کردم که میخواد گریه کنه قد ناراحتی که ریزی زم که شروع کرد صحبت کردم، دیدم که چشاش پر اشک شد و همونطور. بعد گفت فلپی هجریان برو به سایه و به بچه ها بگو این فلان فلان شده ها
به همه ما دروغ گفتن، همه ما رو فریب دادن، هیچی در بساطشون نیست، آه در بساط ندارن و ما فریب خوردیم. من نراه پس رو نراه پیش اینجا گیر افتادیم، شما دنبال ما نیاین. اینا اینجور گفتم آقا سیاوش من چجور بگم؟ گفت برو بگو سایه، برو بگو، من میخوام وجدانم آرام باشه. بعدم سایه رو دیدم، گفتم که من پیامی دارم از سیاوش. گفت ها چیه؟ من گفتم اینه پیامش، که سایه اصلا هیچ خوشش نیامد، خیلی رفت تو هم رفت، سایه اصلا فرو ریخت. واقعا عجول در حرف زدن، در تصمیم گرفتن، در قضاوت کردن، در این سالهایی که در مسکو بود یه شاعر فوق العاده خوب به وجود آمد و یه دوران پختگی خاصی برش پیدا شد و شانس بزرگش این بود که از جمعی که در ایران دورش بودن بریده شد. از اون بریدن بیچارش کرد. من شنیدم در مسکو دائم نشسته بود و گریه میکرد. این تنهایی باعث شد که شعرهای کسرایی که هوای آفتاب و از این سوبا خزر و مهر سرخو که میبینین یک درونگرایی داره که از اون دریچه حالا به خودش و به بقیه داره نگاه میکنه. درسته، ولی فقط در اون گرایی نیست، هنوز اون عشق به ایران رو عشق به ایران در شعر قدیمش هم بود. درسته، این و این دوری از ایران خیلی اذیتش میکنه. عشق به ایران، خزر رو وقتی اولین بار رفتیم باکو و از این صبح خزر دید و دریای خزر رو دید، اصلا گریه‌ای که کرد، اشکی که ریخت، حرف کلمه ایران رو میگفتن. یه عکسی بود از کسراییان روی قاب بود، یه پرندهی بود تو آسمونه، ایران اون جلوش بود، اون رو نگاه میکرد. موسیقی ایران، هرچی که از ایران بود، شجریان اومد اونجا خونمون وقتی دید، نمیدونم هرکی که میمد، واقعا هرچی که بوی ایرانه که میداد، هرچی که بوی ایران واقعا میداد، واسهش یه چیز دیگه بود و وصیتش بود که منو تو ایران خاک کنه. پس از سالها که اجازه ترک شوروی را نداشت، با پیگیری خانواده، سازمانهای حقوق بشری و نیز به دلیل باز شدن فضا در شوروی، راهی آخرین سفر خود شد. حضور و مهمن آقای کسرایی و دربیان خوش آمد بگم. امیدوارم که وجودشون باعث فعالیت‌های بیشتر فرهنگی و هنری در این شهر باور نمی‌کنم. دل من من یقین را باور نمی‌کنم. تا همدم من است نفس‌های زندگی، من با خیال من دمی سر نمی‌کنم. این آواز دیگه نه دیگه. سیاوش کسرایی میخواست شاعر زمانه و روزگارش باشد و بود. از آرش کمانگیر تا مهره سرخ شعرش بازتابی است از روح زمانه و جامعه ای که در آن و با آن زیست. در اوج آرمانگرایی ها از آرشی سرود که جان بر سر پیمان میگذاشت و در پی شکست ها وقتی که یأس و افسوس بر جان ها سایه انداخته بود به سهراب زخم خورده میگفت که شیفتگی و آرمان خواهی به تنهایی کافی نیست، باید جانی روشن داشت و در چشمه خرد و دانایی تن شست. شعرش هم بازتابی از شوق رهایی است و هم پژواکی از تلخی شکست و تاوان زبان روزگار شدن را با جان و زندگی خیش پرداخت. همه عمر در جستجوی خورشیدی بود که همه جا را یکسان روشن کند و گرمایش به یک اندازه به همه برسد و در این سفر خود از زمستان‌های هول‌انگیز سردی گذشت.